این هفته با مهران امینیان، خواننده، نوازنده، آهنگساز و لیدر گروه پرسیس گفتگو میکنم. یه گروه راک جوان ایرانی که چند سالیست فعالیت‌های حرفه‌ای خودش رو شروع کرده و در سالهای اخیر آثار مختلف و متنوعی رو روانه بازار کرده. در دقایق آینده درباره پروژه‌های جدید پرسیس گفتگو میکنیم. مهران امینیان، بهت سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه در استودیو با ما همراه هستی. سلام بهنود جان، ممنون از لطفت، خوشحالم که اینجا هستم. امیدوارم که بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. منم خوشحالم که موقعیت پیش اومده تا از نزدیک با شما گفتگو کنیم. ساکن تورنتو هستی، راه که اذیتت نکرد، خسته نشدی؟ نه، اینجا که در واقع مثل مسافرت بین شهری واسه ما، خیلی تورنتو تا واشنگتن سخت نیست و خیلی دوست داشتم که حضوری باشه، هم دیگه رو ببینیم دوباره بعد فکر کنم یک سال. درسته. و هم یه صحبتی با هم داشته باشیم. من سوالای زیادی درباره موسیقی و فعالیت‌های گروهتون دارم، ولی اول به گذشته برگردیم. ازت خواهش می‌کنم یه مقدار راجع به خودت صحبت کن. زمانی که در ایران بودی کی به موسیقی علاقمند شدی؟ از کجا شروع کردی؟ چه کارهایی انجام دادی؟ قطعاً. خب علاقمندی به موزیک طبیعتاً برمیگره به سالهای خیلی دور. من شانس اینو داشتم که در سنین کودکی خیلی در واقع موزیک‌های خوبی در اختیارم باشه و پدرم و مادر هر دو موزیک‌های خوبی رو گوش می‌کردن خودشون و باعث شد که من خیلی کشیده بشم به سمت به خصوص موسیقی راک. فکر کنم خیلی سنم کم بود که برای اولین بار پینک فلوید رو شنیدم و تا مدت‌ها سعی می‌کردم تجزیه تحلیل کنم که چه اتفاقی داره می‌افته و یه مقدار زیادی باور من اینه که تو یک سبک مثل کاری که پینک فلوید ارائه میده یا کار گروه‌های شبیه به اون، موزیک از حالت ملودیک و هارمونیک خارج میشه و به یک فرمی از بافت و تکسچر میرسه. این برای من به عنوان یک بچه کم سن و سال خیلی جالب بود که چطوری این موزیک فاصله میگیره و به تو یک اتمسفر جدید رو میده به جای یک مفهوم ملودیک. و همینطور کارهای ایرانی بسیار خوب، کارهای متنوعی رو میشنیدم. به طور اخص چیزی که خیلی ازش تاثیر گرفتم ملودی های آقای اسفندیار منفردزاده که برای فرهاد کار کرده بودن، بسیار دوست داشتنی، بسیار بر من فرم خاصی داشت. این جرقه اولیه این فرم از موزیک بود و فکر بکنم که الان هم هنوز رگه هایی از این دو سبک کاملا متفاوت رو توی کارهای پرسیس میتونیم ببینیم. سالها برمیگرده عقب ولی هنوز خیلی شفاف و واضح تو ذهن من هست. خب چه دوره های کلاس های رو پشت سر گذاشتی؟ ساز اصلی چیه؟ من اولین سازی که شروع کردم گیتار بود و شیفته فلامنکو بودم. البته بسیار دوست داشتم گیتار رو و یه مدت کوتاهی میشه گفت یک دو سال فلامنکو زدم، ولی خیلی زود علاقه به موسیقی الکترونیک و علاقه به یادگیری هارمونی و فرم تنظیم باعث شد که سعی بکنم یه مقدار توی اون سیستم هم خودم رو قوی بکنم. حقیقتش اینه که یه مقدار زیادی این اتفاق با سعی و خطا پیش اومد. هم آدم تنبلی هستم ذاتاً، همین که شرایط به سمتی بود که باید خودم سعی می‌کردم با تجربه کردن، با سعی و خطا پیدا بکنم راهمو و فکر میکنم که کامبینیشن یا تلفیق این دوتا قضیه با هم، گیتاری که بلد بودم با علاقه به موزیک الکترونیک، باعث شد که برسم به نقطه ای که پرسیس دیگه احتیاج بود که واقعا راه بیفته و یه به طور مدون کار بکنه. خب درباره همین موضوع برامون توضیح بده. پرسیس چطور تشکیل شد؟ این پروژه رو از کجا شروع کردیم؟ پرسیس رسماً 2007 شروع کرده کارش رو و اولین آلبومش هم 2010 به طور رسمی توی ایران منتشر شد، ولی آلبوم اول سکوت آهنگین، ملودی سایلنس، آلبوم اول که آلبوم دو زبونه هم هست، هم فارسی هم انگلیسی، قطعاتی داره که برمیگرده شاید به 18-19 سالگی من. چه شعراش، چون شعرها هم مال خودم هست، در واقع میشه گفت به ترتیبی ملودی سایلنس چکیده حدوداً 10-15 سال سعی و خطای من توی فضای موسیقی به خصوص پروگرسیو راک هست که به نتیجه‌ای که میخواستم رسیده. یک آلبوم 7 ترکه هست که این 7 ترکی بود که توی ایران مجوز گرفت و به هر حال به اون ترتیب به شکل یک آلبوم مدون منتشر شد. با چه کسانی همکاری داشتی؟ چه هنرمندانی در آغاز این پروژه کنارت بودن؟ خیلی ممنون که این سوال پرسیدی. ما پرسیس از روز اول تا به امروز که تشکیل شد، دوست عزیز و خوب من پویا نیکپور که ساکن تهران هست و کار موسیقی رو ادامه میده که از میتونم بگم بهترین هاست در کار خودش،
من و پویا با هم پرسیس رو شروع کردیم و آلبوم اول هم با هم انجام شد در کنار هم. درست بعد از آلبوم اول من راهی کانادا شدم، پویا هنوز ایران هست و این ارتباط کماکان با تمام دوری راهی که وجود داره ادامه داره و کماکان این کار رو با هم انجام میشه، ولی میشه گفت هسته اصلی پرسیس پویا نیکپور نازنین و من است. ممکنه درباره اسم گروه هم توضیح بدی؟ پرسیس چه معنا و مفهومی داره؟ پرسیس داستان جالبی داره اتفاقا، چون قرار نبود پرسیس اسم گروه باشه. ما یک مفهومی رو میخواستیم استفاده بکنیم در ابتدا. اگر که توی ویدیوهای پرسیس نگاه بکنین، ما یک عروسک رو استفاده کردیم که بعد این عروسک بعداً به شکل انیمیشنی جون میگیره و یک قصه رو روایت میکنه. پرسیس اسم اون عروسک بود. این کلمه یونانی است به معنی from Persia، از ایران. و من بعداً فهمیدم که البته اسم یک ناحیه نزدیک به کوه زاگرس هم بوده در قدیم، به پرسیس میگفتن. در اون زمان که ما تصمیم گرفتیم این رو اسم گروه رو هم پرسیس بذاریم، سودای طبیعتاً چون انگلیسی کار میکردیم سودای بین المللی شدن داشتیم و فکر کردیم خب یک کلمه خوشاوا قابل تلفظ و در این حال فارسی که این کلمه انتخاب شد و من اسم گروه. مهاجرت چه دلایلی داشته را اومدی به کانادا؟ الان چیکار میکنی؟ زندگی چطوره؟ دلیلش صرفا فقط مهاجرت، کاری بود که انتخاب کرده بودم که انجام بدم و 2009 به نتیجه رسید. خب انجام شدم و اومدم. این بر زندگی در کانادا روزمره اگه بررسیش بکنی باید به قول معروف ذره‌بین خیلی خوبه، خیلی راحته. من شغلم رو شغل دیگه کارم رو صبح انجام میدم که بتونم کار موسیقی هم انجام بدم، ولی زندگی خوبیه. ولی اگر یه مقدار به قول سینمایا زوم بکش بکنیم، از دور نگاه بکنیم، من هنوز سودای برگشتن دارم یه روزی. یعنی دوست دارم که این اتفاقا که همه افتاد به این نقطه برسن، فهم کنم دوباره برمیگردم ایران. بین من و خودت من به کسی اصلا نمیگم، نه هیچ کسی نفهمید، ولی خب نه، امیدوارم به هر حال هر هدفی که داری بهش برسی در هر جایی که هست و اینها زندگی کنیم.
الان مدتی هست در کانادا هستی، سوالم اینه که زندگی در این کشور چه تغییری در نگرشت نسبت به موسیقی ایجاد کرده؟ کارات فرقی کرده نسبت به گذشته؟ خیلی فرق میکنه قطعا، آدم خیلی یاد میگیره. اولا وقتی توی شهری مثل تورنتو زندگی میکنی، شانس این هست که تمام هر لحظه که اراده بکنی یک نوع موسیقی در یک جای شهر داره نواخته میشه، یه قطعا دنیا یاد گرفتن توش نهفته است. میشه رفت گوش داد، میشه رفت آدما رو دید. این امکان پیش میاد که با موزیسینای درجه یک حرف بزنی، کار بکنی، حتی ممکنه یه پروژه باشه که بگه من مثلا فلان سازو میخوام، خب برم بهترین رو سعی کنم بیارم و کلی چیز یاد میگیرم. دنیا آدم وسیع میشه، در به طور اخص در امریکای شمالی بر کسی که موزیک کار میکنه. حالا این رو میشه دو کار کرد باش، میشه افسرده شد که ای داد من اینا رو نمیدونستم هیچ کدوم، ولی از اون طرف هم میشه آدم فکر کنه که خب حالا که میدونم، حالا ببینم چقدر میتونم بهتر کنم. خودم اگر بخوام بدون هیچ تعریفی حرف بزنم، احساس میکنم از موقعی که کانادا هستم یکم دیدم بازتر شده، به لحاظ ملودیک، به لحاظ فرم تنظیمی، حتی پروداکشن یه چیزایی یاد گرفتم که قبلا اصلا تو ذهنم نبود، خیلی کمکم کرد. میدونم تو فعالیت‌های پرسیس رو در تورنتو ادامه داری، دوره جدیدی از کار تو آغاز کردی، ممکنه توضیح بدی که با چه هنرمندان کار میکنین؟ اعضای جدیدی که بهتون ملحق شدن چه افرادی هستن؟ قطعا خیلی هم عالی. خب همونطور که شانسش رو داشتیم که پارسال هم دیگر من شما رو دیدم توی تیرگان پارسال، فستیوال تیرگان، یه شور مجدد بود برای پرسیس. من همیشه دنبال این بودم که یک جایی دوباره این فعالیت رو آغاز بکنم، دنبال یک قوه محرکه بودم که این کار رو انجام بشه. تیرگان خیلی دلیل خوبی شد که این کار رو انجام بدیم. شانس این داشتیم که روی استیج اصلی وست جت برنامه رو اجرا بکنیم. به واسطه اینکه احتیاج داشتم که یک بندی جمع و جور بشه و این کار رو اجرا بکنه، با موزیسیانه بسیار خوبی آشنا شدم که دو سه تاشون حداقل دیگه شدن عضو ثابت پرسیس و باعث شد که پرسیس تو کانادا متولد بشه. پویا دور هست ولی همیشه عضوی از ما هست. بچه‌هایی هم که نزدیکن، خب برای پروژه های کوچیک‌تر همیشه ازش استفاده میکنم. پیمان مصر عزیز، مهران مقدسیان و دوست خیلی خیلی خوبم لیزبت هلگسن که من شانسشو دارم که یک سالی هست رسما با پرسیس هست، یک خانم نروژی بسیار هنرمند، شاعر، آهنگساز و شیفته زبان فارسی که قطعاً سورپرایز های خوبی باش خواهیم داشت. در سالهای اخیر چه برنامه ها یا فعالیت های در تورنتو داشتی؟ چه اجراهایی کردین؟ جد از تیرگان که خب طبیعتاً بزرگترین، از نظر تعداد آدینس بزرگترین کاری بودی کردیم، یک سری برنامه های سایز کوچیکتر توی ونیوهای جمع و جورتر هم انجام دادیم. الان در صدد هستیم توی 5-6 ماه آینده دو تا برنامه رو داریم صحبت میکنیم که اینا انجام بشه. دارم سعی میکنم که یک جمعی از کارهای قبلی که انجام شده و چند تا از ترک هایی که هنوز منتشر نشده رو اجرا بکنیم. این خیلی محک خوبی هست که قبل از اجرا ببینیم کدوما پتانسیل بهتری هم داره که اگر لازمه توش تغییراتی بشه یا اگر توی تقدم تأخر ریلیز کارهایی که میخوایم بکنیم. خیلی خودم منتظرم که این اجرا انجام بشه، یه در واقع جوابی فیدبکی از بیننده بگیرم. من چند تا از آهنگای جدیدتون رو که گوش میکردم، به نظر میاد که در حال حاضر به یه ثبات نسبی رسیدید، یعنی اون سلیقه و نظری که دارید انتخاب کردید. آیا دیگه پرسیس در این سمت حرکت میکنه؟ حداقل برای مدتی فکر کنم همینطور باشه، چون به لحاظ تنظیمی، به لحاظ فضا، اون چیزی رو که میخوام پیدا کردم، اون فرمی رو که از قبل تو ذهنم داشتم، از بچگی شنیدم، به گوشم آشناست، ولی با یک ذائقه و تیست جدیدتر و بروزتر. چون اگر آلبوم قبلی رو گوش بکنیم فکر کنم خیلی دهه هفتاد میلادی صدا میده. سینگل ترک های جدید یه مقدار به لحاظ تنظیمی و پروداکشن مدرن تر شده. فکر کنم تا موقعی که احساس کنم این هم باید تغییری بکنه، یه مدتی مکس بکنیم روی این فرم. Oh, we dream.
چون گفتی که معمولا اشعار رو خودت میگی، اینو میپرسم چه سلیقه‌ای در انتخاب اشعار داری یا به سراغ چه سوژه ها و داستانایی میری؟ من شخصا دغدغه‌ام بیشتر اجتماعی و فردیه. اینکه برام خیلی جالبه، خیلی هم در طول روز بهش فکر میکنم، شاید عجیب باشه، ولی روند زندگی یک فرد و نه لزوما خودم، هر آدمی، کجا میایم، چرا هستیم، قرار چی بشه، در بهترین لحظات زندگی خوشترین یا در بدترین، هیچ کدومش اونقدر پایدار نیست. اگر شعرهای من رو، من اسمش رو شعر البته نمیذارم، اگر سروده های من رو نگاه بکنیم، خط مشترکی که تو همش هست چرایی و چیستی زندگی. و اگر هم شعری از غیر شعرهای خودم انتخاب بکنم، به نحوی به این مفهوم ربط داره. دغدغه هر آرتیستی بیشتر یه چیزه. اگر شما دقت بکنید، هر کس ممکنه، یکی ممکنه بیشتر به عشق بپردازه، یکی ممکنه بیشتر به سیاست بپردازه. دغدغه شخصی من و به تبع فرم تفکری من پرسیس، بیشتر دغدغه انسانی، فردی و هویتیه. چرا هم به فارسی میخونید هم به انگلیسی؟ چه نگرشی به این مقوله دارید؟ حقیقتاً موقع که شروع کردیم فکر کردیم که خب چرا که نه، شاید بتونیم مثلا این کار رو از قالب فقط یک متریالی که برای فارسی زبونا تولید میشه خارج بکنیم. ولی به شخصه با تمام ارادتی که به زبون فارسی دارم و بسیار دوست دارم، سعی میکنم هم تا میتونم مطالعاتمو در فارسی زیاد بکنم، ولی یک جایی میرسه که یا توان من کمه یا یک جایی هست که زبون فارسی در قالب یک ترانه یک مفهومی رو به طور کامل و به طور موجز نمیتونه بیان بکنه. چیزی رو که شما ممکنه در دو کلمه به انگلیسی بگین، ممکنه مجبور شه دو بیت در فارسی بگین که اون مفهوم رو بگنجین. اونجایی که حداقل نمیگم فارسی اینجوری، اونجایی که من نمیتونم این مفهوم رو در یک قالب بگنجونم، مجبورم سویچ کنم روی مدیای دیگه. اون مدیا برای من چیزی که روش راحتم انگلیسی هست. اینه که اون رو هم تست میکنم بعضی موقع. واکنش شنونده ها نسبت به کارهایی که تا حالا منتشر کردی چی بوده، به ویژه کارهای جدیدی که در ماهای اخیر منتشر شده؟ فیدبک خیلی خیلی خوبی که گرفتیم بعد از فستیوال تیرگان بود. من حقیقتا خیلی راحت اگه بگم، خودم فکر نمی کردم که فیدبک اینقدر مثبت باشه. رفتم که یه شروعی بکنم، یه بندی جمع بشه، شروع کنیم دوباره یه سری کار جدید، منتخب چون متریال فقط همون بود، خب همون اجرا کردیم و بسیار مثبت بود فیدبک، نه فقط از ایرانیا. برای من خیلی متعجب شدم که حتی بعد از کنسرت دو سه نفر کانادایی اومدن پرسیدن خب این متریال رو کجا میتونیم تهیه کنیم بشنویم. خب این خیلی انرژی مثبتی به من داد و فکر کردم خب پس تولید باید دوباره شروع بشه. سعی می‌کردم که یکم در حد بضاعت خودم بهتر کار بکنم، جدیدتر کار بکنم، تا ویدیو اخیر هی منتشر شد و خدا رو شکر خیلی مثبت بود فیدبک روی هی. اما راجع به هی صحبت کنیم، چون بهش اشاره کردی، یکی از آخرین آهنگایی که منتشر کردی، این آهنگ چطور شکل گرفت، چه پیامی داره؟ این شاید این یه مقدار مفهومی هستش که بیشتر توی دنیای غرب بیشتر ببینیمش. خب من یادمی هستم که طول روز میرم یه جایی کار میکنم، تا یه ساعتی میام بیرون و ممکنه دغدغه‌های شخصیمو داشته باشم، ممکنه حالم خوب نباشه، ممکنه هر چیزی، ولی وقتی میرم توی میتینگ میشینم و قراره مثلا با یک فردی، با یک مشتری، با یک طرف مقابل صحبت کنم، چنان سرزنده و خوشحال صحبت میکنم که انگار من هیچ کوچکترین دغدغه‌ای در زندگیم ندارم. هی در مورد فرد، افراد یا فرمی از تفکر صحبت میکنه که با اینکه چیزی که تو میبینی یک ظاهر بسیار اتو کشیده، خوب، خوشحال، سرزنده هست، ولی از درون شاید اینطور نباشه و چه بسا که یک درون پوسیده، افسرده، خیلی در واقع در هم شکسته است. و اینکه این از کجا میاد و به چه دلیلی آدم به این نقطه میرسه که ظاهر رو حفظ میکنه برای اینکه بتونه ادامه بده، ولی از درون شاید پوک شده باشه و شاید خالی باشه هنوز. درباره موزیک ویدیو این کارم توضیح میدی چه سلیقه‌ای در تولید اون داشتین؟ چون کار جالبی دیگه، خیلی هنری و به قولی نامتعارفه. خیلی خیلی، اول باز جای خوبیه که یاد بکنم از پیمان سهیلی عزیز که این ویدیو رو ساخته، با یه دیده بسیار هنرمندانه، با یک فضایی که
اصلا من تو ذهنم نبود همچین فضایی، ولی ایشون دو سه تا پیشنهاد داد و این فضا رو پسندیدم و فقط به من گفت من اینجوری میبینم، نه استوری بوردی نه چیزی. منم اطمینان داشتم بهش. نتیجه کار به نظر من خیلی فوق‌العاده است. من خودم با علاقه میشینم نگاه میکنم و مقدار زیادی هم پیمان وقت گذاشت و این ویدیو رو در واقع توی داونتاون تورنتو تیکای مختلف ضبط کرد، تیکای بدون بازیگرش رو شاید 5 روز زمان گذاشت که از توی اینا بتونه یک مفهوم خوبی رو در بیاره. نتیجه کار رو خیلی من دوست دارم به عنوان حتی به عنوان بیننده. صد برگ که هنوز رنگ پرش بیخبر از حادثه مرگ، مثل آفت زده کاجی وسط سرد زمستون، پوک و خالی پر از درد پر از ترس گرچه پر برگ، مثل دیوار بلندی وسط بر بیابون که تو هر جبز و شیارش ما رو عقرب شده پنهون، مثل یک خواب مثل مرداب مثل موندن توی گرداب که فرو می کردم و بیتا هزینه تولید آثار چطور فراهم میشه؟ آیا اسپانسری دارید اینا رو میفروشی؟ ساز و کار داستان چطور فراهم میشه؟ خب اینجا امریکای شمالیه، برای هر کاری باید طبیعتاً پول قابل قبولی هزینه بشه. من فکر کنم اسپانسر شماره اول کارهای پرسیس خودمم، چون به هر حال کار روزمره‌مو انجام میدم به عشق اینکه عصر و شبمو بذارم برای تولید کار. ولی این شانس رو دارم که توی پروژه های خاصی مثل میوزیک ویدیوی هی
از کمک های دوستان دیگه که داریم استفاده بکنم. بدم نیست الان که در واقع این مطرح شد، به طور اخص برای ویدیو هی خیلی دوستان بازم تشکر کنم از آقای مهندس حمیدرضا صفی پور که محبت داشتن و اسپانسر اون ویدیو بودن. پروژه‌ای میشه در واقع بهش فکر کرد، ولی اینکه آیا کل پکیج کار ما اسپانسر داره، نه اینجور نیست، کار شخصی تولید میشه. من خودم به موسیقی راک خیلی علاقه دارم، سعی کردم تو این برنامه به خصوص با بچه‌هایی که تو زمینه راک فارسی کار میکنن گفتگو کنم، ولی برداشتم اینه شاید شنونده های ایرانی تمایل کمتری به شنیدن موسیقی راک فارسی داشته باشن، یا شاید این سبک موسیقی اونقدر فراگیر نشده در بین شنونده های ایرانی. نظر تو چیه؟ موافقم تا حدی. دلیلش هم اینه که خب ما وقتی میگیم راک، اگر چشممون رو ببندیم بگیم راک، با من یک مخاطب عام ایرانی، فوراً چیزی که به ذهنم متبادر میشه یک صدای گیتار دیستورشن و درامز خیلی وحشتناک و میریم اکستریم قضیه، میریم اون ته ته هارد راک رو میبینیم. راک یک خانواده خیلی 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 وسیع هست. خیلی از مردم راک رو دوست دارن، بدونن که بدونن چیزی که گوش میدن راکه. ما یک کشوری هستیم، الان فقط در مورد ایران صحبت کنیم، 85 میلیون آدمه، خیلی هنوز تولیدات کمه، یعنی ما انقدر باید تولید بشه، خیلی تعداد خواننده کمه، خیلی تعداد بند کمه. من خوشحالم الان داره یک بندایی توی ایران توی 10 سال گذشته تازه داره موسیقی فیوژن، موسیقی راک، موسیقی فوک تازه داره شکل میگیره. من فکر میکنم الان برای قضاوت راک و اینکه آیا چقدر مورد پسند مخاطب ایرانی زوده، هنوز ما به عنوان مخاطب ایرانی باید ببینیم مثلا راک چی هست و تازه تصمیم بگیریم چه فرمی از راک رو دوست داریم، چه فرمی رو دوست نداریم. فکر میکنم اینطوری باشه. چه برنامه‌هایی برای آینده دارید پرسیس و تا کجا ادامه میدین؟ چه پروژه‌ای هست که بخوای به تولیدش اشاره کنید؟ من فکر میکنم که چون دیگه معتقد نیستم به نظر من به عنوان کسی که این کارو میکنه دوران آلبوم تموم شده. دیگه آلبوم به اون معنی که ما سال 2010 دادیم شاید دیگه برای مایی که هنوز در حال پیدا کردن راهمون به نوعی هستیم، سعی میکنیم مخاطبون رو جذب بکنیم، دیگه آلبوم خیلی معنی نداره. اینه که من خودم بیشتر زمانم رو گذاشتم روی تولید سینگل ترک، یک دونه تک آهنگ، و سعی بکنم اونها رو با یه ویدیو با یه فاصله زمانی منطقی، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ وقتی، 4-5 ماه یه بار، یک بار دیگه یک ویدیویی، یک آهنگ جدیدی بیاد بیرون، دیده بشه. و در کنار این یه مقدار اجراهای زنده پرسیس باید بیشتر بشه. الان در تدارک هستیم، همین الان تمرین ها از این هفته دوباره داره شروع میشه. سعی من این هست که 2017 این شانس رو داشته باشم که یه بار دیگه توی تیرگان اجرا بکنیم، به اضافه اینکه یک سری کارهای جمع و جورتر هم، چون این مفهومی هست که این برای دنیا خیلی باب هست که شما میتونید توی بار، توی کلاب، توی فضای خیلی کوچیک‌تر برای 50 نفر بزنید، ولی این خیلی کمک میکنه به پیدا کرد شخصیت سازی اون بند، اون بند با هم ارتباط و کانکشنشون قوی تر میشه. این برنامه است که باید تو 2017 به نقطه خوبی برسه فکر میکنم. مهران امینیان از شرکت در این گفتگو سپاسگزارم. خیلی لذت بردم از گفتگویی که داشتیم، برات آرزوی موفقیت میکنم در ادامه برنامه و پروژه‌ای که در پیش داری. ممنون از تو بنود نازنین، همیشه لطف داری به هنرمندای همه جا به خصوص تورنتو، و امیدوارم که باز هم با هم صحبت بکنیم در آینده نزدیک. تشکر. مرسی از لطف. ممنونم. با سپاس فراوان از مهران امینیان که در استودیو ما در شهر واشنگتن مهمون من بود و به پرسش هایی که داشتم جواب داد.